ارادت فراوان به ادامه ترجمه آیات قرآن میپردازیم. آغاز میکنیم با سوره نساء، سوره چهارم از کلام الله مجید. بسم الله الرحمن الرحیم. ای مردم، تقوا بورزید و درست کار باشید در مقابل پروردگاری که شما را از یک تن واحد و از یک نفس واحد آفرید و همسر او را از او پدید آورد و از آن دو مردان و زنان بسیاری را به وجود آورد. به خدای تقوا بورزید و درست کار باشید که به نام او از یکدیگر تقاضا می کنید و حرمت پیوند خیشان را نیز رعایت کنید، زیرا خداوند پیوسته مراقب شماست. آیه شماره 2. اموال یتیمان را به آنها بدهید و دارایی های پاک و سالم و طاهر را با دارایی های آلوده و خبیث خود نیامیزید و اموال آنها را با اموال خود به هم نیامیزید و مورد مصرف قرار ندهید، چرا که این امر گناه بزرگی است. آیه شماره 3. اگر از این خوف داشتید و اگر نگران بودید بر اینکه در باره یتیمان نتوانید که رعایت عدالت بنمایید، پس با زنانی ازدواج کنید که دلخواهتان باشند. 2, 3, و 4. و اگر خوف بی‌عدالتی دارید، تنها به یک همسر اکتفا کنید یا از زنانی بهره‌مند شوید که در قیمومت قانونی شما قرار دارند. این کار به ترک ستمکاری و دوری از ظلم نزدیکتر است. آیه شماره 4. مهر زنان را به ایشان با خوشدلی بدهید، ولی اگر به طیب خاطر خیش چیزی از آن را به شما ببخشند، آن را نوشین و گوارا بدارید. در آیه شماره 5، اموالی را که خدا وسیله قوام زندگی قرار داده است به دست سفیهان ندهید و روزی آنها را از آن مال به ایشان بدهید و لباس بر آنها بپوشانید و با آنان به نیکی سخن بگویید. یتیمان را بیازمایید تا هنگامی که به سرحد بلوغ همسری رسیده باشند. اگر رشد و کفایت بلوغ در ایشان یافتید، اموالشان را در اختیارشان بگذارید و از بیم آن که مبادا کبیر شوند
اموالشان را با شتاب اسراف نکنید. بی نیاز باید خیشتنداری کند و نیازمند به طور متعارف ارتزاق به هنگام تسلیم اموال یتیمان گواه بگیرید و خداوند برای محاسبه کفایت می کند. آیه شماره 7، مردان را از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان به جای گذاشتند سهمی است و زنان را نیز از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان به جای گذاشتند نصیبی است، خواه کم یا زیاد این سهمی است مقرر. آیه شماره 8، چون خویشاوندان و یتیمان و مستمندان به هنگام تقسیم ارث حاضر شوند بهره به آنها بدهید و با آنان به نیکی سخن بگویید. آیه شماره 9، آنان که نگران فرزندان ناتوانی باشند که از خود به جا می‌گذارند باید به خدا تقوا بورزند و درست کار باشند و سخنی عادلانه و درست بگویند. آیه شماره 10، کسانی که اموال یتیمان را به ستم می‌خورند در حقیقت آتشی را می‌بلعند که به زودی به آتش سوزانی در می‌آید. آیه شماره 11، خداوند شما را درباره فرزندانتان سفارش می‌کند که در وصیت سهم پسر دو برابر دختر است و اگر دختران بیش از دو تن باشند دو سوم میراث از آن ایشان است و اگر یک دختر بود نصف برای او منظور است. چنانچه متوفا فرزندی داشته باشد سهم هر یک از پدر و مادر یک ششم ماترک است و اگر فرزندی نداشت تنها پدر و مادر از او ارث می‌برند. در این صورت برای مادر متوفا یک سوم سهم منظور است و اگر متوفا برادرانی داشت سهم مادر بعد از وصیتی که میت کرده است یا ادای دیون یک ششم باقی خواهد بود که به او تعلق دارد. شما نمی دانید که کدام یک از پدران یا پسرانتان به حال شما سودمندتر است. این فرضیه خداوند عزر، این فریضه لازم این فریضه خداوند دانای فرزانه است. آیه شماره 12، سهم شما از ماترک زنانتان اگر فرزندی نداشته باشد نصف است و اگر فرزندی داشتند یک چهارم ماترک از آن شماست پس از وصیتی کردند و پس از ادای دیون. زنان را از شما یک چهارم میراث است اگر فرزندی نداشته باشید و چنانچه فرزند داشته باشید یک هشتم است پس از وصیتی که کرده اید و پس از پرداخت ادای دیون. اگر مردی یا زنی که پدر و فرزندی نداشته باشد بمیرد و وارث او یک برادر یا خواهر باشد سهم هر کدام یک ششم است و اگر بیش از یک نفر باشند
آنها شریک یک سوم هستند. پس از وصیتی که کرده اند یا ادای دویون، به شرطی که وصیت به حال ورثه زیان آور نباشد، این سفارش خداوند برای افراد است. این سفارش خداوند دانای بردبار است. این است حدود الهی، آیه شماره 13. این است حدود الهی و هر کس از خدا و پیروانش اطاعت کند، به باغهایی واردش کند که همواره جویباران در فرودست آن جاری است و جاودانه در آن خواهند ماند، و این کامیابی بزرگی است. آیه شماره 14. هر کس فرمان خدا و پیامبرش را گردن ننهد و پا از حدود حق فراتر گذارد، او را با آتشی در اندازد که جاودانه در آن بماند و برایش عذابی خار کننده خواهد بود. آیه شماره 15. زنانی را که مرتکب زنا شده اند، 4 شاهد مسلمان بر آنها بطلبید. اگر گواهی دادند، آنها را در خانه محبوس کنید تا مرگشان فرا رسد یا خدا راهی برای ایشان بگشاید. آیه شماره 16. آن دو را که مرتکب عمل زشتی شده اند بیازمایید. اگر توبه کردند و به کار پسندیده روی آوردند، از آنها درگذرید، زیرا خداوند توبه پذیر مهربان است. آیه شماره 17. توبه از آن کسانی است که به نادانی مرتکب کار زشت می شوند و زود باز می گردند، و خداوند توبه چنین کسان را می پذیرد که او حکیم عظیم است. عزیز حکیم است. آیه شماره 18. توبه کسانی که مرتکب کارهای زشت می شوند و به هنگام مرگ می گویند توبه کردیم، و نیز توبه کسانی که در کفر بمیرند، پذیرفته نخواهد شد و عذاب دردناکی را برایشان آماده کردیم. آیه شماره 19. ای مؤمنان، برای شما حلال و مجاز نیست که زنان را بر خلاف میلشان به ارث ببرید. آنها را تحت فشار قرار ندهید که قسمتی از آنچه را که به ایشان داده اید از ایشان باز پس بگیرید، مگر اینکه آشکارا کار ناشایسته و خلافی انجام دهند. با آنها نیکوکاری کنید و با آنها به نیکویی رفتار کنید، و اگر از آنها کراهتی داشتید، بدانید که چه بسا از چیزی کراهت دارید، ولی خداوند در آن برای شما نیکی فراوان قرار داده است. آیه شماره 20. اگر خواستید زن دیگری را به جای همسر خود اختیار کنید و مال فراوانی به او داده اید، چیزی از او باز پس نگیرید. آیا برای باز پس گرفتن آن به تهمت متوسل می شوید؟ این گناه آشکاری است. آیه شماره 21. چگونه آن را باز پس می گیرید در حالی که با یکدیگر آمیزش داشتید و زنان از شما پیمان محکمی گرفتند؟ آیه شماره 22. با زنانی که پدران شما با آنها ازدواج کردند زناشویی نکنید، مگر آنکه پیش از این رفته باشد که این کاری زشت و نکوهیده و شیوه ناپسند است. آیه شماره 23. مادران، دختران، خواهران، عمه ها، خاله ها، دختران برادر، دختران خواهر، مادران رضایی، خواهران رضایی، مادران همسر و دختران همسرتان که در کنار شما پرورش یافتند و از همسرانی باشند که با آنها آمیزش داشته اید
بر شما حرام شده است و چنانچه با آن همسران آمیزش جنسی نداشته باشید مانعی در این امر وجود ندارد و نیز همسران پسرانی که از نسل شما هستند بر شما حرام است و دو خواهر در یک زمان نباید همسرتان باشد مگر آنچه در گذشته واقع شده که خداوند آمرزنده مهربان است. آیه شماره 24: زنان شوهردار جز آنها که در قیمومت قانونی شما هستند بر شما حرام شده است. اینها احکامی است که خدا بر شما مقرر داشته و غیر از اینها بر شما حلال است که با اموال خود آنان را خواستار نکاح شوید، نه زنا. پس از آنکه از زنان بهره بردید واجب است که مهرشان را بدهید و شما را بعد از تعیین مهری که با یکدیگر توافق کرده اید گناهی نیست که خدا دانای فرزانه است. آیه 25: کسانی که توانایی ازدواج با زنان پاکدامن با ایمان را ندارند و یا با کسانی که در قیمومت ایشان هستند و دارای ایمان می باشند می توانند که ازدواج کنند که خدا به ایمانتان واقف است. همه از جنس یکدیگر هستید، پس کسانی که در قیمومت شما هستند را با اجازه ولی ایشان به ازدواج خود درآورید و مهر آنان را به خیش به ایشان بدهید، مشروط بر این که پاک دامن باشند نه زناکار و نه آنان که در نهان دوست می گیرند و اگر شوهر کردند و مرتکب عمل زشتی شدند نصف کیفر زنان آزاد را خواهند داشت. این حکم درباره کسی از شماست که بترسد که به گناه در افتد. اگر صبر کنید برایتان بهتر است و خدا آمرزنده مهربان است. آیه شماره 26: خدا می خواهد برای شما بیان کند و به راه و رسم پیشینیانتان راهنمایی کند و توبه شما را بپذیرد. خداوند دانای فرزانه است. آیه شماره 27: خدا خواهان بخشش گناهان شماست، اما کسانی که پیرو شهوت می باشند خواستار انحراف شما هستند. آیه شماره 28: خدا می خواهد کار را بر شما سبک کند زیرا انسان ضعیف آفریده شده. آیه شماره 29: ای مؤمنان، اموال یکدیگر را به باطل نخورید مگر معامله‌ای به ترازی در بین باشد و یکدیگر را نکشید که خداوند به شما مهربان است. آیه شماره 30: هر کس آن را از روی تجاوز و ستم انجام دهد به زودی او را در آتش خواهیم افکند و این کار بر خدا آسان است. آیه شماره 31: اگر از گناهان کبیره‌ای که از آن نهی شده اید اجتناب کنید از گناهان دیگر شما در می گذاریم و شما را به جایگاه خوبی وارد می کنیم. آیه شماره 32: آرزومند برای برتری ها نباشید که خدا به بعضی از شما بر بعضی دیگر تفضلی داده است. برای آیه شماره 31: اگر از گناهان کبیره‌ای که از آن نهی شده اید اجتناب کنید از گناهان دیگرتان می گذاریم و شما را به جایگاه خوبی وارد می کنیم. آیه شماره 32: آرزومند برتری ها نباشید که خدا به بعضی از شما بر بعضی دیگر داده است. برای مردان بهره است از آنچه به دست آوردند
و برای زنان نیز بهره است و از فضل خدا مسئلت کنید که او به همه چیز داناست. آیه شماره 33، ما برای هر کس ارث برانی قرار دادیم که از ماترک پدر و مادر و نزدیکان خود ارث برند و نیز کسانی که با آنها پیمان بسته اید نصیبشان را بدهید. البته خداوند بر هر چیز شاهد است. آیه شماره 34، مردان از جهتی اصلاح میکنم، آیه شماره 34، مردان از جهت برتری هایی که خداوند به بعضی نسبت به بعضی دیگر داده است و نظر به انفاق هایی که از اموالشان می کنند کاراندیش زنان هستند و زنان شایسته و فرم. آیه 34 رو آغاز می کنیم بار دیگر. یک مقداری یادداشت‌های من در این ترجمه ها مخشوش شده و یک مقداری هم خستگی زیاد عارض شده به من در این قسمت از برنامه. ضمناً مطالبی در توضیح این آیات خواستم خدمت شما بدم در این دقایق پایانی برنامه، که تا من برای فردا انشاءالله یادداشت‌هامو دو مرتبه مرتب و منظم کنم. فکر نمی‌کردم که امروز بتوانیم که تا این حد به ترجمه آیات بپردازیم. بقیه مطالب منظم و مرتب نشده هنوز، اینها رو انشاءالله برای فردا مرتب میکنیم و فردا در خدمت شما باشیم. مطلبی در اینجا من از جناب سلطانی دریافت کردم که توضیح خواسته بودن درباره آیات، برای ایشان و برای بقیه دوستان این رو عرض میکنم که ما اگر که این نسخه خام ترجمه خالص قرآن رو بدون هیچ توضیحی، بدون هیچ اضافه‌ای بتوانیم به ثمر برسانیم و این ضبط بشه و ثبت بشه و ادیت بشه و اصلاح بشه، چون که این ضبط الکترونیکی میشه، همه جور تعدیل و در واقع تصریح یا تصحیح رو باز میگذاره. حسن کار اینه که با سیستم های موجود ادیت کارها خیلی آسانه. من فکر کردم که ما یک نسخه خالص از ترجمه داشته باشیم که اصلا هیچ نظری درش نباشه، لغت به لغت در واقع ترجمه شده باشه، بعد اون وقت با دوستان بنشینیم و برای چاپی کتاب، چون انتشار الکترونیکی این مطالب میتواند که مرتب ادیت بشود، اما برای اینکه کتاب کاغذی چاپ بکنیم وقت در اون مرحله باید مشورت بکنیم با شما دوستان که آیا
به این ترجمه ها یک مختصر توضیحی اضافه بکنیم یا نه؟ آیا با پرانتز این کار رو بکنیم؟ با به اصطلاح زیرنویس این کار رو بکنیم؟ با پانویس این کار رو بکنیم؟ یا در قسمت توضیحات انتهای کتاب یک لغت معنی بگذاریم؟ اینها چیزهایی است که اول دفعه شالوده این کار ریخته بشه و بعد نظریات مختلف رو بخواهیم و شاید هم چند نوع در سیستم های الکترونیکی این قرآن رو منتشر بکنیم که این توضیحات در اون متون الکترونیکی جایی بگیره، که یک چاپ مثلا در کامپیوتر این باشه که یک نسخه که در اونجا فقط ترجمه تحت لفظی، یک نسخه باشه که تو با پرانتز مطالب توضیح داده میشه، یک نسخه باشه که با زیرنویس بیشتری پایین توضیح داده بشه، یک نسخه باشه که تمام زیرنویسا با ایندکس به آخر کتاب برده بشه، یک نسخه باشه که یک لغت معنی هم که کاریست که نشده تا حالا به آخر کتاب اضافه کنیم. همه اینها روی این ستون میتونه کار بکنه. یعنی کاری که امروز شروع کردیم این فاوندیشن اون کارها خواهد بود. فقط نگرانی من از هزینه های خیلی سنگین این کاره که فعلا با مساعدت شما این کار پایه و به اصطلاح پی این ساختمان رو بریزیم که اینها محفوظ باشه، چون اونها نظریات آدمه، نظریات بشری که ما اضافه میکنیم به قرآن. این کاری که الان داره میشه ترجمه فارسی قرآن عربی، این رو ما اگر در دسترس داشته باشیم هر چی که بخوایم به این اضافه میکنیم به عنوان توضیح، بدون اینکه دست ببریم در ترجمه اضافه میکنیم، توضیح میدیم به این ترجمه. الان شما قوانین ارث رو اینجا ملاحظه فرمودید چقدر پیچیده است. اینها چند روز توضیح لازم داره، اینها تا کاملا روشن بشه و از این جور چیزها خیلی زیاده که این کار تمام نمیشه، خیلی باید کار کرد. ولی عرض کردم برای اینکه شالوده کار ریخته بشه و ما یه بیسی، یک اساسی داشته باشیم، ما لازمه که این کار مهم رو در این مرحله قادر باشیم که به پایان ببریم. من این مجلس رو در اینجا میبندم و با پوزش که تا آخر این برنامه نمیتوانیم ادامه بدهیم به علت هم خستگی و هم کسالت، ولی در این حال از شما عزیزان میخواهم که باز هم تکرار میکنم و اصرار میکنم که همت کنید و بگذاریم که این بار انشاءالله به مقصد برسه و بتوانیم که این خدمت ناچیز رو به حضرت حق تقدیم بکنیم و امیدواریم مورد قبول او قرار بگیریم. فرد فرد شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. تا نشستی دیگر خداحافظ. خدا یار و مدد کار شما باشه.